به گیتی بسی شهریار آمدند، به گیتی بسی شهریار آمدند که با یک جهان اقتدار آمدند. از آغاز تاریخ تا این زمان بسی گونه گون شهریار آمدند. گروهی ستایشگر خیشتن ز خودکامگی نابکار آمدند. گروهی ستم گستر و سنگ دل به خونخارگی در شمار آمدند. هزاران تن از بندگان خدای به آسیب آنان دچار آمدند. چو درنده حیوان به خونبار جنگ، پی صید ننگین شکار آمدند. شماری به نستوده کردار زشت، ز دربار شاهی به بار آمدند. گروهی به کشور مداری مدیر، گروهی به کشور مداری مدیر، ولی از شرف بر کنار آمدند. شماری دیگر حامی مرز و بوم، ولی بهر کشتار هار آمدند. کرا دانی از جمله شاهان پیش، که چون کوروش نامدار آمدند. کرا دانی از جمله شاهان پیش، که چون کوروش نامدار آمدند. گرانمای کوروش گرانمای شاه، جهانیش مدحت‌گزار آمدند. جهانیش مدحت‌گزار آمدند. حقوق بشر را چو شد پایبند، به شکرش هزاران هزار آمدند. به اقوام مغلوب ورزید مهر، به اقوام مغلوب ورزید مهر، ورا زین سبب خواستار آمدند. ببخشود بر هر که پیروز گشت، ببخشود بر هر که پیروز گشت، و زین رو ورا دستیار آمدند. نپیمود جز راه همبستگی، نپیمود جز راه همبستگی، بر آنان که از هر دیار آمدند. به کیش و به هر کیش و دین چشم حرمت گشود، سویش جمله با زینهار آمدند. کوروش نخستین حکومت سکولار رو در ایران برقرار کرد. خودش زرتشتی بود، ولی حکومتش زنجیرش سکولار بود. در زیر فرمانروای او یهودیان و دیگر دینها آزاد بودند برای پیروی از دین خودشون. اصولاً ایران در بیشتر دوران پادشاهی خودش، در تاریخ خودش، سکولار بوده، چون ملت ایران ملتی است که روحیه سکولاریست داره. به جز صفویان که متعصبان سرسخت شیعی بودند و بسیار وحشیانه با سنیان رفتار می‌کردند، نادرشاه یک پادشاه سکولار بود. حتی قاجاریان سکولار بودن، کاری به مذهب مردم نداشتن. خب زمان پهلوی هم همینطور بود، سکولاریسم در ایران روا بود. اما ساسانیان نبودن اینطور. ساسانیان با همه ادیان سر ستیز داشتن جز زرتشتی، برای اینکه مشاوران و رایزنان اونها موبدان زرتشتی بودن. موبد هم یعنی آخوند، فرق نمی کنه. به هر روی کوروش به هر کیش و دین چشم حرمت گشود، سویش جمله با زینهار آمدند. چنین بود آن مرد پاکیزه کیش، که خلقش همه دوستدار آمدند، که خلقش همه
دوستدار آمدم. سزد گر به کوروش درود آوریم، سزد گر به کوروش درود آوریم که خلقی از او کامکار آمدند در این روز ملی ایرانیان. در این روز ملی ایران ادیب جوانان همه شاد خار آمدند. به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هم میهنان ارجمندی که در هر گوشه جهان این برنامه را میبینند و میشنوند، برنامه در گذرگاه تاریخ رو میآغازم. پیش از هر چیز باید بگم که بازپخش این برنامه، یعنی بازپخش برنامه در پهنه بیکران زبان فارسی که برنامه زنده 4 تا 5 پس از نیمروز به زمان لس آنجلس، بازپخشش از نیم شب امشب به زمان لس آنجلس تا ساعت 1 بامداد به زمان لس آنجلس انجام خواهد شد. و همچنین در مورد در پهنه بیکران زبان پارسی برنامه زنده از 6 تا 7 پس از نیمروز آدینه خواهد بود و بازپخش اون 6 تا 7 بامداد روز شنبه، یعنی در حدود 17-18 ساعت بعد 6 تا 7 بامداد شنبه به زمان لس آنجلس که برابر میشه با 9 ساعت اختلاف با اروپا، یعنی ساعت 3 پس از نیمروز تا 4 پس از نیمروز به زمان اون کشورهای اروپایی که همه 9 ساعت اختلاف دارن به جز انگلستان که 8 ساعت اختلاف داره. همیهنان ما در ایران هم میتوانند با 11 ساعت و نیم اختلاف زمان رو پیدا کنند. باز ناگزیرم در زمینه انتخابات مسخره، حتی انتصابات هم نیست، یک چیز هشلهف و به قول معروف شلمشوروایی است که خودشون هم خودشون رو باور ندارن، ملت هیچ کدومشون رو باور نداره و تنها برای اینکه یک کاریکاتوری از کشورهایی که دارای مجلس هستن نشون بدن که اونم چه وکلایی، واقعا شرم‌آوره که به جای وثوق الدوله، مؤتمن الملک ها، مصدق ها، قوام السلطنه ها و مشیر الدوله ها و و و دیگران چه کسانی زمام امور این ملت رو به دست گرفتن. به هر روی برای این انتخابات بارها و بارها از آغاز این برنامه هایی که من داشتم خواهش کردم از شما هم میهنان ارجمند، به شما هستم هم میهنان که در درون ایران هستید، در برون ایران خوشبختانه اکثریت نزدیک به اتفاق روشنند و میدونند و ضمناً رأی اونها چندان اثری نداره و مهم نیست، اما در داخل ایران نروید به حوزه های رأی، حتی نروید، حتی اگه رأی ندهید، اینا فقط میخوان عکس شما رو دم حوزه بندازن و نشان دنیا بدن. نروید، نگید ما میریم سفید میندازیم، نگویید ما میریم رأی وکیل خودمون رو میندازیم، حالا ور میدارن عوض میکنن هم بکنن. یعنی چی؟ شما میدونی رأی تو عوض میکنن باید میخوای بری رأی بدی؟ این چجوری چه منطقی است؟ به هر روی نروید و رأی ندهید، بگذارید اینها رو در مون بیغوله تنهایی و بیکسی و خجالت و شرم تنها بگذارید، رأی ندهید و شرف و حمیت ایرانی رو مسخره و ملعبه نکنید. همچنین همیهنان چیزی به نوروز نمانده، شاید بله کمتر از 2 ماه اگر اسفند رو 29 روز حساب کنیم و یکی 2 روز هم که از بهمن گذشته کم کنیم، کمتر از 2 ماه به نوروز مانده. به خیشان و نزدیکانتون کتاب ارمغان بدید، هر کتابی که میخواد بدید، ولی کتاب ارمغان بدید.
کتابی که میشناسید و میدانید این کتاب ارزش داره برای اینکه نزدیکانتون بخونن، اونها ارمغان بدید. زیرا کتاب چیزی است که هیچگاه کهنه نمیشه. هیچگاه کهنه نمیشه. سه چیز هر چه کهنه تر بشه، در گذشته البته میگفتند، ارزشش بیشتر میشه. یار کهنه یعنی دوست کهن، شراب کهنه و کتاب کهنه. کتاب هر چه از عمرش بگذره ارزشمندتر میشه. میپردازیم به خبرهای کوتاه با یک کتاب معنا. برخی از این خبرها به راستی در چارچوب تاریخ قرار میگیره. به همین دلیل در برنامه در گذرگاه تاریخ میشه اونها رو گنجاند. یک آخوندی به نام عبدالعلی گواهی یا گواهی، این آقا مسئول نمایندگی ولی فقیه، شغلایی رو برای خودشون انتخاب کردن، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله تهران. اصلا شما عنوان شغل رو ببینید، خود ولی فقیه مثل آختاپوس افتاده رو شونه ملت و دزدان زیر عبای او دارن میچاپن مردم رو، خودش هم یکی از چاپندگانه. اون وقت حالا اینا در هر جایی نماینده دارن، تو هر بیغوله ای، تو هر سوراخی، تو هر زیرزمینی، تو هر جایی یه نماینده از ولی فقیه هستش. طبق کدوم قانون، چگونه، به چه حقی، معلوم نیست. حالا این آقا که نماینده است در سپاه محمد رسول الله، یک نام فارسی و یک نام ایرانی هم اینا در کارشون نیست. سپاه حسین ابن علی، نمیدونم ارتش محمد رسول الله، بعد موشک سجیل، اون دانه های بوده که پرستوها میگن ریختن بر سر فیلها و سرای فیلها رو سلاخ کرد، و و و اینها، نمیدونم موشک احد، از این حرف. این آقا در سخنانی که در گرد همایی اصناف و بازاریان بر زبان رانده گفته که حضرت آقا، وقتی میگن حضرت آقا یه حضرت هم اضافه میکنن، همون منظورشون رهبر معظم دنباله امامت، همون که به مسک از مادرش جدا شد گفت یا علی، ایشون گفتن حضرت آقا از زمان قبل از انقلاب، حالا یواشاش میرسن به موقعی که توی قنداق بوده، چون از موقع تبرزم که گفته یا علی دیگه، بعدم حالا از حالا میگه از زمان قبل از انقلاب یک مرجع کامل بوده. این الانش تازه حجت الاسلام زورکیه، با پررویی و وقاحت آخوندی آیت الله آیت الله کردن و بعد ولی فقیه و بعد دنبال امامت و بعد جانشین خدا و حالا بعدا بالاتر از خدا هم میره دیگه. بله، ایشون گفتن یه مرجع کامل بوده. بله راست میگه. ایشون از همان هنگامی که تار می نواختند و تحصدایی هم داشتند و علاقه هم به دود و دم در وجودشون بود، مرجع تقلید بودن، منتها مرجع تقلید نوازندگان و نواخانان بودن. ایشون یعنی همین آقای عبدالعلی گواهی به دنباله این تملق و چاپلوسی خنده آور و چندش آور گفتن ما که خود را سربازان ولایت، یعنی سرباز ولی فقیه، معرفی میکنیم، وظیفه داریم که مردم را از وقایع خطرناکی که در پیرامونمان میگذرد آگاه کنیم. آقا مگه تو نمیگی این دنبال امامته؟ مگه نمیگی که جانشین خدا در روی زمینه؟ مگه نمیگی که اصولا امام خامنه ای هم؟ خب ایشون که همه چیز عالمه، به سر و الخفیات هم که میتونن باشن، خب مسائل خطرناک رو درست کنن، تو چی کاره که میخوایی در این وسط بیان نشون بدیم، بگو خودشون درست کنن. همینا من نمیدونم این ملت تا چه مرز و پایه‌ای در تملق و چاپلوسی پیش خواهد رفت. به هر حال این آخونده هم بخشی از ملت هم. حالا اینجا الان سیستم آخوندی آخونده دارن تملق میگم، سیستم غیر آخوندی باشه
اون غیر آخوندی ها میان تملق میگن. مگه غیر از این بوده ما در دوران زندگیمون شاهد این تملق های چندشاور نبودیم؟ چرا ما ملت اینطوریم؟ چرا هر کسی که اون بالا به شایستگی و یا به ناشایستگی قرار میگیره اون رو تا عرش بالا میبریم، دیوانش میکنیم، از خود بی خودش میکنیم. سخنانی آقای سفر نعمتی کردن که بنده اسمشو گذاشتم جوک سال. واقعا جوک ساله. من اول سخنرانی ایشون رو میگم بعد توضیح میدم چرا. سفر نعمتی، یکی از نمایندگان مجلس آخوندی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دولت آخوندی. عنوانای اینا همه دو خطیه. یادم میاد یه استادی ما داشتیم میگفت هر قدر عنوان درازتر باشه نمایانگری نیست که صاحب این عنوان کوچیکتر پایینتره. به زور دادن بهش، گفت شما میبینی مثلا همین یه سپوری میتونه بنویسه که مثلا سفرعلی سپور بخش دوی ناحیه شمال تهران کوچه فلان از خانه فلان تا فلان، این تیتر را میتونه بذاره ولی سپوره. بعد هرچی بالاتر، بعد وزیر که میشن، میشه وزیر مثلا وزیر اطلاعات و امنیت، سه جمله واژه‌ای میشه. بعد نخست وزیر که میشن میشه نخست وزیر، دو جمله. بالاتر از اون شاه بود، با یک جمله، با یک جمله از شاه معلوم بود که مقام بالاتر از همه است دیگه. حالا این آقایون هر کدومشونی که نگاه کنید، اون اولی عبدالعلی گواهی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله تهرانه، یه خط و نیمی آقا عنوانشه. ایشون هم سفر نعمتی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دولت آخوندی یا دولت جمهوری آخوندی. ایشون در سخنانی که در بازدید از زندان اوین کردن، رئیس جمهور رو اجازه نمیدن بره زندان اوین ببینه، سه بار خواسته ببینه لغو کردن. شما وقاحت و پررویی رو ببینید. به اصطلاح خودشون که رئیس جمهور بوده، ما قبولش نداریم، ایشون رو نذاشتن بره. دو بار وقت گرفته بود، وقت دادن نرفت، نذاشته بره. اما این آقای سفر نعمتی، خب برای که از عوامل خود سدلی آقان دیگه، رفته تو دیده. ایشون در سخنرانی که داشته گفته که در بازدیدی که از زندان اوین داشتم انتظار نداشتم که با زندانی مواجه شویم که رضایت کامل زندانیان را فراهم کنه. چقدر پر رویی. من یکی دو برنامه پیش گفتم اصلا چه رمزی در این عبا و عمامه و نعلین هست که هر کسی که به تنش میکنه وقیحانه دروغ میگه. بارها همین نمیدونم دنبال امامت ساختن، نمیدونم از جدا شدن هم مادر یا علی گفتن و نمیدونم ولی فقیه بودن، جانشین خدا در زمین بودن و و و و, و اینا همه این وقاحت آخوندی رو در جعل سخن و جعل مقام و تملق و چاپلوسی میگه. اصولا متملق چاپلوس و چاپلوس پر رو هست و مردم رو ابله فرض میکنه و آخوند سرور این هاست از پر روی. حالا ایشان میگه این زندان نبود که ما از او بازدید کردیم، بلکه هتل بود. هتل اوین بود که ما در آن پا گذاشتیم. بله آقای نعمتی، واقعا هم هتل بود. ما اتفاقا بعد از جستجوی فراوان صورت خوراک اینا رو به دست آوردیم که برای شما الان میخونیم. ببینید ناشتایی و شام و نهار هتل چیه، در اینجا اعلام میکنیم. ناشتایی: لگد و توسری برای برخاستن از خواب 4 فقره، مربای سیلی و مشت پس از آن به عنوان کره 2 دقیقه، نوشیدنی سراسر ناسزاهای ناموسی
چهل پنجاه ناسزا. این صبحونه زندانی هست. نهار هتل اوین، تازیانه به عنوان پیشخوراک 85 ضربه، دستبند قپانی به نام خوراک 10 دقیقه، دسر فلک کردن پاها و سپس پیاده دواندن زندانی به مقدار کافی. خب حالا بریم ببینیم شام به این بیچاره ها چی میدن. هتل خوبیه، بله. شام پیشخوراک ناسزاهای خواهر مادر همراه با سیلی حدود 40 تا، خوراک بازجویی همراه با اهانت‌های زننده 15 دقیقه، دسر فرو کردن سر در جام دستشویی ها 5 دقیقه در 3 بار. خب به راستی که این هتل شایسته همون آقای سفر نعمتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای آخوندیست. به هذیان ها و لاتایلات آخوند دیگری می نگری. حضرت آیت الله فاطمینیا در رابطه با شناخت و آشنایی با امام زمان چنین فرمودند: شما خواهش میکنم، من عین خبر رو میخونم که اون خبر هم عین گفتار ایشون رو نوشته، فقط گوش بدید ببینید از این سخنان گوهربار ایشون شما چیزی دستگیرتون میشه. آرامم میخونم. ایشون فرمودن امام زمان که غایب است معنایش چیست؟ آخر غیبت و حضور که برای ائمه فرقی نمی کند. اگر پاکیزه بشوید دیدن جمال اهل بیت ولو در مرتبه ضعیف رخ می دهد. مرتبه ضعیف این است که حضرت راضی شوند دستت را بگیرند. من که 3 بار اینو خوندم من چیزی نفهمیدم. اگر شما فهمیدید اینو برای من بنویسید. یک بار دیگه می خونم، شاید انقدر ایشون بالا حرف زدن که مثل آقای میرداماد در زمان صفویه، فیلسوفی بود که اون چه که میگفت مردم نمیفهمیدن، ولی اون از بس غنی و پر و سنگین میگفت، نه انقدر یاوه. امام زمان که غایب است معنایش چیست؟ آخر غیبت و حضور که برای ائمه فرقی نمی کند. چرا فرق نمی کنه؟ اصلا فرق بین غیبت و حضور خیلیه. اگر پاکیزه بشوید، پاکیزه بشوید یعنی برید همون، دیدن جمال اهل بیت ولو در مرتبه ضعیف رخ میدهد. مرتبه ضعیف این است که حضرت راضی شوند دستت را بگیرند. همین این یه بخش از کلمات بسیار پیچیده که باید بسیاری از دانشوران بشینن تفسیر کنند. بخش دوم سخنران ایشون: با آغاز امامت امام زمان علیه السلام، فصل تازه از دوران امامت و پیشوایی اهل بیت علیهم السلام بر امت گشوده شد. با آغاز امامت، کدوم امامت؟ اینکه دیستش که اون موقع که به دنیا اومد امام شد فوری. آن هم دورانی همراه با غیبت ها و تنگناهای خاص آن است. در این بین شناخت صحیح امام برای من از هر چیز واجب تر است تا راه را از بیراه تشخیص دهیم. همین اینو باز من میخونم ببینید چیزی ازش میفهمید. با آغاز امامت امام زمان علیه السلام، فصل تازه از دوران امامت و پیشوایی اهل بیت علیهم السلام بر امت گشوده شد و آن هم دورانی همراه با غیبت و تنگناهای خاص آن است. در این بین شناخت صحیح امام برای من از هر چیز واجب تر است تا راه را از بیراهه تشخیص دهیم. اگر شما چیزی فهمیدید بندم فهمیدم. و بعد در پایان حضرت آیت الله فرمودند هرگاه مردم لیاقت پیدا کنند، تا یه جایی میمونن اهانت میکنن به مردم، هرگاه مردم لیاقت پیدا کنند، چون مردم کثیفن دیگه، میگه باید برید تمیز شید تا اون امام بیاد دستونو بگیره، هرگاه مردم لیاقت پیدا کنند حضرت تشریف میآورند. پس معلومه 1250 سال هیچ دوره‌ای مردم لیاقت نداشتن و وقت ظهور ایشان هم از اسرار الهی است. به
اگه وقت ظهور از اسرار الهی است، پس چرا موقعی است که مردم لیاقت پیدا کنن تشریف میارن؟ اول میگه هر وقت مردم لیاقت پیدا کنن امام تشریف میارن، از طرف دیگه میگه وقت ظهور ایشان از اسرار الهی است. چه حق بازیایی، چه ناراحتی، ناهنجار سخن گفتنه، چه بی پایه حرف زدنه، چه دکانی باز کردن برای اینکه فقط سهم امام بگیرن از مردم بدبخت. جواب این آقای نیست که بابا خودتی، ما گول نمیخوری. من از دوست بسیار ارزمندم آقای وارتان خواهش میکنم آگهی ها رو پخش کنن، بعد برمیگردیم در پیشگاه شما خواهیم. یک ملت را دو ستون استوار میتواند بر سر پا نگه دارد: فرهنگ و آیین‌های ملی، تاریخ و قهرمانان دلاور او که راهگشای مردم به سوی آینده هستند. استاد ناصر انقطاع در درازای 24 سال کوشش‌های فرهنگی و سیاسی خود در آمریکا دست به چاپ و پخش 20 جلد کتاب در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی زده است تا هم‌میهنان خود را به پیشینه نازش آفرین خیش آگاه کند. پژوهشی درباره هفت سین، جشن‌های ایرانی و ریشه آنها، روزهای آوارگی، زندگی پرفراز و فرود نادرشاه، 50 سال تاریخ کنونی ایران، طوفان زرد، تک و تاخت مغول به ایران، امیر کبیر، مرد بزرگ تاریخ ایران، در ژرفای واژه‌ها و شناخت زبان پارسی، شیر و خورشید، نشان 3000 ساله، بابک، ابرقهرمان جاودانه ایران، حافظ و کیش مهر، شیر گریان، یعقوب لیث، مرد برتر تاریخ ایران. تلفن سفارش کتاب 661-254-87-57. همیهنان عزیزم، جهان هستی، جهان ما، دنیایی که به نام گیتا یا گیتی نامیده میشه و منظور از گیتا یا گیتی در لغت اون چه که بر روی پهنه کره زمین به صورت چشمه، جنگل، دشت، دریا، جانوران و انسان وجود داره میگن گیتا شناسی و گیتی و گیتا. خب در اینجا آدمیان آمدن بر اثر آزمودگی که سالها داشتن جانداران رو تقسیم کردن. آبزیان بودن، بعد حشرات بودن، بعد جنگل نشینان بودن، درندگان بودن، چرندگان بودن، خزندگان بودن، همه رو تقسیم کردن. درندگان به کسانی، به موجوداتی، به جاندارانی میگفتند که خوی انسانی ندارن و خطرناکن و هر زمان ممکنه آدمی رو بدرن. و نیرومندترین اینها، پرقدرتترین اینها و شاید بگیم پر اقتدارترین و آگاهترین اینها شیره. با اینکه شیر رو جزء درندگان گفتن، یا ببر رو، یعنی پلنگ، یا پلنگ رو جزء درندگان گفتن، ما میبینیم که این جانداران با اینکه اصولاً زندگی درندگی داشتن، اما این خوی صلح و سازش و آرامش رو آدمیان توانستن در وجود اینها، در رفتار اینها تلقین کنن. و بسیار ما میبینیم که این درندگان مثل ببر و پلنگ و شیر و اینها
دیگه اون خوی درندگی رو گذاشتن کنار، یعنی نشان میدن این جاندار که ما بهش میگیم درنده یا دد، اونقدر آمادگی داره که خوی انسانی و مهربانی و دوستی رو بگیره. ولی شما در درازای این 33 سال ندیدید که آخوند و شیخ خوی انسانی بگیره و دلش برای ملت بسوزه. بارها و بارها گفتن که آقا نخورین، اشکنه بخورین، پیاز نخورین، پیاز بخورین، نمیدونم خودتون رو محکم نگه دارین، ما تقصیر نداریم، اومدن اینجا تحریم کردن ما رو، مکتی گناهی داریم، اونا تحریم کردن، شما باید مقاومت کنید. چه شما گناه دارید؟ شما حق بازی دارید میکنید؟ شما میخواید کلا سر دنیا بذارید و دوم کلا سرش نمیره؟ حالا من اینی که ناگهان نام شیخ بر زبونم افتاد به همین دلیل بود که من ندیدم شیخی، آخوندی، ملایی خوی انسانی از خودش نشون بده. از دوست عزیزم آقای وارتان خواهش میکنم این فیلم این شیرها رو با این دوست انسانشون، با این جوانی که دوستشون شده نشون بدین، ببینید چگونه جاندار نیرومندی که سلطان جنگل، سلطان درندگانه، اینقدر مهربان و صمیمی و دوست میشه. بفرمایید. کم. If you're on safari, definitely don't try this. Hello, my boy. Hello, my boy. Hello, my boy. It's taken years for Kevin Richardson to build up this relationship of trust and affection. And don't be fooled, these big cats are not tame. This is how the pride greeted us. A family of 38 who still have plenty of their wild instincts at this private reserve near Johannesburg, which is why we were watching from behind a fence. Hello, my boy. Kevin is an animal behaviorist who doesn't believe in observing his subjects from a safe distance. That's what you call a lion sandwich. In the wild, lions don't like water. But look at this, a young lioness playing with him in the river. This footage has amazed wildlife experts around the world. Kevin's work here has divided conservationists. There are plenty who say that any human interaction with a wild animal is just wrong, but others say that this actually promotes the species in a way which should guarantee its long-term survival. Kevin's survival, though, is more in doubt. Huh? Are you okay? Yeah. This is normal. I often say, you know, if they did kill me, I mean, because something like it did happen, you know, God forbid. Yeah, it's just one of those things. It's not something I think about or worry about. And if I had the opportunity to come back after dying, I would do it all the same. There is a remarkable bond here. Over time and without any kind of coercion, these lions have accepted a man as part of the pride. Don't bite, Dad. You'll come off second best. Emma Hurd, Sky News, Mahalisburg, South Africa. بله، دیدید که یک شیر دو شیر نبود، یه ده، هفت هشت تا شیر بودن و هیچ کدومشون قصد حمله و کشتن اون طرف رو نداشتن. وقتی من این رو با آخوند مقایسه میکنم میبینم که اون شعر جالبه، میگه شیخ و حدیث دوستی قصه گرگ و گله است. گرگ به گله آشنا میشود، این نمیشود. شیخ و حدیث دوستی قصه گرگ و گله است. گرگ به گله آشنا می شود،
این نمیشود. من میخوام یه فیلم دیگه براتون نشون بدم که امروز که یه کمی وقت داریم در این زمینه سخن بیشتری بگیم. این جوانی رو که الان در فیلم نشون میدیم سنش هم به نظر من بیش از 25-6 سال نیست. اگر این جوان در یه حوزه علمیه بود، در یه منطقه بود، در یه حجره بود، در یه جایی بود، آنن ادعای پیغمبری میکرد و بسیاری گرد او جمع میشدن. ولی البته من نمیگم چیکار میکنه، برای اینکه به قول معروف اون لذتش از میان میره، خود شما میبینید و دوربین این رو میگیره. ببینید دوربین نمیتونه چشم بندی کنه، دوربین یک دستگاه فیزیکیه. در این دستگاه فیزیکی اثر روانی نیست. ممکنه من یا شما یا انسان بشینیم یه جا نگاه کنیم، ما رو ایلوژن کنن به قول انگلیسا و چشم بندی کنن، ولی در این مورد، در مورد دوربین نیست. دوربین اون چیزی که ذره بین میبینه میگیره. حالا این جوان با یه نیروی عجیبی که در وجودشه کاری میکنه که جاذبه زمین رو از میان میبره. از دوست عجبندم آقای وارتان خواهش میکنم که فیلم رو نشون بدم. Something that I guarantee you've never seen in your entire life. As a matter of fact, probably no one has ever seen this. Don't stand for all of me, stay right there. I got you. I will not do a demonstration if I cannot perform it live. I just won't do it. Chris Angel just floating up in the sky. It's unbelievable, man. He was just like two stories high, just floating there. I have no idea. I'm just so mystified right now. It is the best thing I've ever seen in my life. I was like, whoa! I felt like he was going to fall on top of me. Chris Angel is the best. What's so cool about this is that people are there watching this live. He's doing these demonstrations that really get these expressions and these reactions out of these people that are beyond norm.
و حالا هر جوری میتونید داوری کنید و هر روی به دیدنش میارزید. اما بیگمان اگر این آدم در یکی از کشورهای جهان سوم بود میتونست به راحتی ادعای پیامبری کنه. و مگه نمیگم نمیگفتن که عیسی روی آب راه میره؟ اینم رو هوا راه میره. بگذاریم. چندی پیش یکی از همین سرتیپ سرلشکر سپه بود، مارشال جنرال ها در سپاه پاسداران، در مورد مسئله نیروی نظامی آمریکا که کشورهای بزرگی مانند شوروی و چین و آلمان و فرانسه و انگلیس همه اذعان دارند به قدرت شکنندگی این نیروی عظیم ارتش آمریکا، گفته بوده این رزمناوهایی که این ناوهای هواپیمابری که اومدن توی خلیج فارس اینا چیزی اینا لگنن، یه لگنک بذارید تو آب همینطور راه میره، اینا از همونا برای ما. خب اینا تنهشون به تنه آخوند خورده وقیح و پر رو میشن دیگه. به هر روی این آقا از چون مغزش بیشتر از این روش نداشته اینا رو تبدیل تشبیه کرده به لگن. اینو بذارید کنار، به موضوع دیگه میپردازیم که یکی از ملاها گفته بود که اینا بی خود میگن غلط میکنن، این حرف شیطانه که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، این حرف شیطانه، این حرف انسانی. ما باید از طریق لبنان و غزه پدر آمریکا رو دراریم. ما اون آمریکا رو از طریق لبنان و غزه شکست دادیم. یکی بگه مردک، تا خرخرتون تمام خلیج فارس پر از ناوهای جنگی و ناوهای هواپیماور و رزمناو و ناوشکنهای آمریکایی شده، جرأت نمیکنید چپ نگاهش کنید؟ حالا امیرید اونجا از لبنان میخواید طرف رو شکستش بدین، بعد اعتراض میکنید که چرا ما میگیم نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. حالا یه گزارشی به دست من رسیده از ساختار یک ناو هواپیمابر، همین لگنایی که آقا گفتن. این ناو هواپیمابر تا اونجایی که زمان من برسه میگم، ممکنه نرسه همش رو بگم، ولی جالبه بدونید که این ساخته دست بشر چه عظمتی داره. اولا شما یا میدونستین که بزرگترین ناو هواپیمابر در دنیا در سال 1960 ساخته شد و انترپرایز نام داره و هنوز هم مشغول خدمت. 1960 حالا 50 سال میشه. آیا میدانستید که طول این ناو هواپیمابر تا 350 متر میرسه؟ 350 متر درازای این ناوه. آیا میدانست که در داخل شکم این ناو یک شهر وجود داره؟ و آیا میدونست که ناو هواپیماور نیمیتس، یه ناو دیگه هواپیماپر آمریکا، یا 110 هزار تن وزن داره؟ 110 هزار تن وزنشه. و آیا میدونید که سرعت این ناو حدود 65 کیلومتر در ساعته؟ 110 هزار تن رو ببینید موتور چه قدرتی داره، 65 کیلومتر در ساعت حرکت میده. آیا میدونید که قدرت موتور ناو هواپیمابر نیمیتس حدود 260 هزار اسب بخاره؟ 260 هزار اسب بخار. آیا میدونستی که سوختگیری یک ناو هواپیمابر حدود 3 سال زمان میبره؟ 3 سال طول میکشه تا سوختگیریش کنن. و آیا میدونید که موتور این قوله دریایی با راکتورهای اتمی کار میکنه؟ آیا میدونستی مساحت عرشه بزرگترین ناو هواپیمابر آمریکا 2 هکتار، به اندازه 2 هکتار زمینه، پهنه عرشش 2 هکتار زمینه؟
و آیا میدونستید که در ناو هواپیمابر نیمیتس 6250 افسر خدمت میکنه؟ 6250 افسر. و ضمناً جالبه بدونید که تمام کارکنان و خدمه این کشتی ها مرد هستن و هیچ زنی در داخل اونها نیست. آیا میدانید که از کف جایی که ناو بیرون از سطح آب، از جایی که ناو از سطح آب بیرونه تا بالای دکل اون به اندازه یک ساختمان 20 طبقه است؟ یک ساختمان 20 طبقه را حساب کنید، بلندی و ارتفاع رو ببینید. و آیا میدونید که این ناو ها با پیچیده ترین ماشین ها ساخته شده که تا حالا به دست بشر ساخته شده؟ آیا میدونید که ناوهای هواپیمابر میتوانند تا 15 سال بدون توقف به حرکت و مأموریت خودشون ادامه بدن؟ تا 15 سال. آیا میدونید که جدیدترین ناو هواپیمابر آمریکا تا 270 فروند جنگنده را در خودش جای میده؟ قبلا تا 90 تا بیشتر نمیتونستن جای بدن، حالا 270 تا شده. و آیا میدونید بعضی از افسران ممکنه که خوابگاه خودشون رو گم کنن و به دنبال آدرس اون بگردن؟ آیا میدونید که در هر ناو رستوران، سینما، کافی شاپ، فروشگاه های طلا و جواهر و فروشگاه های دیگر وجود دارن؟ آیا میدانید که ناو هواپیمابر نیمیتس در حد شهر بزرگی چون هامبورگ آلمان برق مصرف میکنه؟ بنزه هامبورگ برق مصرف میکنه. و آیا میدونید که بزرگترین آشپزخانه دنیا درون ناو نیمیتس آمریکا قرار داره؟ این آشپزخانه در هر روز بیش از 13000 عدد تخم مرغ و حدود 4 تن استیک مصرف میشه. تا این با آخوندگی میگه عامل گرونی تخم مرغ تو ایران همین تخم مرغ خوردن ایناست دیگه. آیا میدونید که سردخانه این ناو جهت مصرف غذای 2 ماه کل پرسنل اون مواد غذایی رو در خودش ذخیره داره؟ آیا میدونید که این ناو دارای یک بیمارستان 55 تخت خواب است که جراحی های پیچیده قلب و مغز رو انجام میده؟ آیا میدونید که این ناو اداره پست، اداره روزنامه، سالن بیلیارد، سالن سینما، سالن استخر، کتابخانه و شبکه تلویزیونی داره؟ آیا میدونید که بیشتر افسران در طول خدمت خود در ناو همدیگر را نمیبینن و نمیشناسن؟ میدونید که افسران هر بخش لباس مخصوصی را با رنگ ویژه خود در که مخصوص همان قسمت است برتن دارد و ورود هر افسر به بخش دیگر ممنوع است و چنانچه تخلف کنند به سختی مجازات و حتی زندانی می شود؟ آیا می دونستید که دژبان های قسمت مخصوص راکتور اتمی و موشک های اتمی اجازه شلیک مستقیم به افراد غریبه را دارند؟ ضمناً آیا می دانید افسرانی که در بخش زیرین ناو خدمت می کنند تا ماه ها رنگ خورشید و آسمان را به چشم خود نمیبینم؟ آیا میدونستید که عرشه پرواز پرخطرترین قسمت ناو است و بالاترین حقوق را افسران این قسمت دریافت میکنند؟ همچنین آیا میدانید که پرتاب و هواپیما از روی عرشه اینجا با دستگاه کاتاپولت نام دارد، دستگاهی به نام کاتاپولت نام دارد که با بخار آب کار میکند و این کاتاپولت میتونه سرعت یک جنگنده آمریکایی را، جنگنده 20 تنی را در عرض 2 دقیقه از 0 به 250 کیلومتر در ساعت برسانه؟ در عرض 2 ثانیه، در عرض 2 ثانیه به 270 کیلومتر در ساعت از 0 برسونه. یعنی واقعا خلبان باید خودشو ببنده که این گردنش رگ به رگ نشه و از بین نره. آیا میدانید که اگر اژدری در ناو نفوذ کند به دلیل ساختار سلولی ناو آسیبی به قسمت‌های دیگر نخواهد رسید و ناو هرگز غرق نمی‌شود؟ آیا می‌دانید که همیشه یک ناو هواپیمابر وسیله دو رزم ناو
و سه ناوچه اسکورت می شود و عملا آسیب ناپذیرند. آیا می دونستید که نامگذاری ناوهای هواپیما بر امریکایی به نام رئیس جمهورهای پیشین آن کشور گذارده شده؟ حالا آیا می دونید که فرمانده نیروی بسیج سپاه پاسداران این ناوها رو لگن نامیده و فرمودن که هیچ ارزش نظامی ندارد؟ بینندگان ارجمند، وقت من در اینجا تمام شد و با سپاس از آقای وارتان در اتاق فرمان و شما که زمانی از وقت گرانبهای خودتون به این برنامه دادید، همه را به خدای بزرگ می سپارم. زاهد، زاهد چه بلایی تو، زاهد چه بلایی تو که این دانه تسبیح از دست تو سوراخ به سوراخ گریزد. تا درود دیگر، بدرود و پاینده ایران.